مقامات ارشد شش قدرت جهانی دیروز درباره مسئله هسته‌ای ایران و گام‌های بعدی در صورت بی‌اعتنایی ایران به ضرب‌الاجل پایان سال که برای کاستن از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور تعیین شده است، رایزنی کردند. مدیر کل وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرالی به خبرنگاران گفت مدیران سیاسی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به عنوان بخشی از رایزنی‌های جاری خود از طریق تلفن صحبت کردند. کرالی گفت جامعه بین المللی در مورد این تصمیم که ایران یا باید به پرسش هایی که درباره انگیزه‌های هسته‌ای آن کشور داریم پاسخ دهد یا با فشار بیشتر روبرو شود وحدت نظر دارد. کرالی خاطر نشان کرد که اگر ایران به وضعیت کنونی خود ادامه دهد، آن کشور به خاطر قصور در تغییر دادن مسیر حرکت هسته‌ای خود با پیامدهایی مواجه خواهد شد. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب دیروز گفت که سازمان وی از حق ایران برای داشتن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت می‌کند. موسی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی در قاهره با علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفت هیچ یک از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن نبوده است که تهران از فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز منحرف شده است. رئیس شنبه شب به خبرنگاران گفت اتحادیه عرب همواره از حق ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در اظهاراتی که امروز منتشر شد گفت تهران نمیتواند مبادله سوخت هسته‌ای با قدرت‌های غربی با میانجیگری سازمان ملل متحد را بپذیرد. در ماه اکتبر شش قدرت بزرگ به ایران مبادله‌ای را پیشنهاد کردند که آن کشور بیشتر اورانیوم کم غنی شده خود را به منظور تبدیل به سوخت لازم برای یک راکتور پژوهشی پزشکی در تهران به خارج بفرستد. سعید جلیلی در مصاحبه با کیودو نیوز گفت تا وقتی که یک معامله تجاری با مسائل سیاسی مخلوط می شود ما نمی توانیم آن را بپذیریم. به علاوه فشار شدیدی نیز وارد می شود. آمریکا گفته است که ایران تا پایان سال و پیش از آن که واشنگتن و متحدانش تحریم‌های شدیدتری را علیه تهران در نظر بگیرند فرصت دارد که این پیشنهاد را بپذیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز گفت اگر کشورهای غربی از فروش سوخت امتناع کنند کشور وی اورانیوم خود را تا 20% غنی می کند. لاریجانی در قاهره گفت تهران همیشه اصرار داشته است که غنی‌سازی باید در خاک ایران و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شود. وی خاطر نشان کرد که ایران اخیراً برنامه‌هایی برای خرید سوخت هسته‌ای مورد نیاز برای راکتور پزشکی آن کشور در تهران اعلام کرده است. وی به خبرنگاران گفت این موضوع هم دعوا ندارد. اگر نمی‌خواهند سوخت به ما بفروشند ما خودمان غنی‌سازی می‌کنیم.